سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم همینطوری شروع میکردیم میزبان برنامه در کنار من کارون فرود فراد و فرزاد نشستن سلام 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 شما دوتا مریض بودین هفته پیش بای آره خدا که گذشت چرا؟ ما اخه علائم علائم حیاتی نداشتم ولی تب زیاد داشتم راجع به تبم صحبت کنم و بدن درد خیلی قوی هرچی هر چی افاقه نمی‌کنه ببین من فهمیدم از تب خیلی خوشم میاد نمیدونم شما با اسهال استفراغ چطوری یعنی چی ببین مثلا تو اون لحظه‌ای که دیگه فهمیدم نمیتونم کار کنم و شروع کردم از سر کار اومدم بیرون به سمت خونه اون لحظه خیلی قشنگه همیشه نه اصلا ده دقیقه تو ماشین نشسته بودم همون تو پارکینگ سر کار نمیتونستم تکون بخورم بعد صندلی گرم کن رو زده بودم بخاری ماشینم رو 28 بود تو کل مسیرم یه همینطوری خمار نشسته بودم و آروم میومدم و اینا بعد اومدم خونه و رفتم لا تخت و پتو و گرم و اینا بعد یه جا دیدم خیلی این گرمای زیاده بله برداشتم این چیز رو سنج و تب، رو بله. به سمت خودم اشاره بله بله, بله بله متوجه گرفتم و دیدم زد چهل و هشته هم What? قرمه دیگ دید دید اینطوری بوق زد ام. مرده بودی دیگه ببین همون لحظه آخه کار کردم و پاشویه ای تب در یه مراسمی داره گرم نیفت دیگه سری هله و پاشو دقیقا هله و پاشویه اینا رو شروع کردم خوراکم پاشویه است ببین اصلا یه واقعا اینشالله که دوست عزیزمون بشه ما با هم دیگه من درستان این جمله که... رو نمیتونم ادامه بدم آره من همینجا جمله رو میبندم سلام میکنیم به همه دوستان امروز اپیزود 351 که ماست ما یه سلسل اپیزود رو با گلناز و صدف پشت سر گذاشتیم همش در قالب حالا سلامت روان یا این انقلابی بود که شکل گرفته در ایران حالا بچه هم اپیزودهای خودشون رو میخوام برند احتمالا برمیگردیم به اون روال قبل که حالا یا اپیزود خودمونه یا اپیزودهای گفتگو محوره به نظرم این بهتره تا مثلا یهو بگیم از... نه مثلا یهو بگیم کوچر محور خیلی خیلی بهتره یه... <تصح> <تصح> بابش باز شد چند تا پیش نگفتی یه سری اپیزودا رو به خاطر فوشایی که داده بودی نه اینا دیگه الان خداشو بوق می‌خوره دیگه اونا هیچ کارش آه، 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 رو هیچ کاریش نمی‌تونی ما اونا رو پابلش کرده بودیم نمی‌دونستی فوش داره آره تهش بود ته تهش من دیگه از دست این یورو عصبانی شده بودم دیگه کشیده چون چیزی که داشت تیتراش که داشت میرفت دیگه کشیده بودم بنده خدا رو سینه فوش بعد دیگه مجبور شدم اونا رو چقدر وقت پابلیک بودن فکر می کنم یه چندین ماهی اید. بودن ولی می یه اینطوری که موقعی که اپیزود تموم میشه تیتراژش هم تموم میشد بعد من فوش میدادم دیگه تیتراژش که مسی خیلی و پیگیر میبودی تا تاش میدیدی ولی اگه میموندی میشنید آره, آره آره دیگه آره, آره قشنگ آره قشنگ من فوشای که میدادم قشنگ رسا بود مطمئنم علی اصغر اونا رو شنیده فکر کنم اصلا این بنده خدا به من گفت <applause> که اینا تهش فوش داره ولی یا اون یا موجیب دیگه پیگیر ترین شنونده ها آره یه سری هم در موجیب پرسیدم موجیب خوبه حالش خوبه هیچ مشکلی نداره خیلی ها نگران موجیب بودن خیلی وقت ما ازش نمونه صحبت نکرده بودیم ولی خوبه اونم درگیره وجود داره هنوز میخوای بحثو به چرخونم بیزاره بچاری گرم کنم تا چه از مریضی من نپرسیدید آخه خود داوطلبانه نگفتی احساس کردم در مورد مریضی آدم و پرسید ولی اگه میخوای صحبت کنی نمیش بگو گفتم شما مثلا یه مال من عجیب بود بفرمی چون از چشم چپم فقط آب میومد مثلا دو روز فقط چیکار کنم همینجوری مثلا چشم بدم کوچیک شده بود آره اینجوری بود بعد چجوری بود آها اینجوری آره دیگه داریم صحبت میکنی آره بله بل. چپتونم بوده معمولا اینطوری هستن <تصال> بله هنوز راجع به چشم ها آره آره <تصال> تو چند ثانیه گذشته و, <تصال> و بر هم خیلی سوال بود و هست که این مریضی چرا اینجوری بود ولی درگیرم کرد دیگه یه هفته یعنی به خاطر آبریزه چشم چپ تو نه اینجوری نبود که سر کار مریضه اصلیمون باشه یکی از سیمتمایی که اذیت هم میکردیم سیمتمای اصلیشون بوده الان <تصال> خب میدونی که داریم به فصلی رسیم که از تمام <تصال> مجاری من میتونه آب بیاد یعنی تمام فصل راست <تصال> <تصال> و <تصال> صبح <تصال> <تص ظهر تمام مجاری من میتونه آبخیز باشه الان چرا صبح شبا نیست؟ صبح و شب گفتم آه صبح و زهر نه نگفتی گفتم صبح و شب گفتم زهر صبح و زهر گفتی دیگه خب. هم هست ولی واقعا کمتره صبح که خب بیدار میشم میخوام بلای سر خودم بیارم واقعا از شدت گرفتگی تو که اهل مطالعه و اینا هستی خیلی کنبس و اینا کار میده رو این داستان تو. واقعا میگن نه. بدترش آره میکنه. آره بدتر میکنه. کسایی که اصلا حساسیت دارن, دارن میگن که کنبس بدترش میکنه. ها. اونم یه نوعی از علف ایجاده. چی؟ چی؟ کنبس؟ که خود علف. آره میگن دیگه یعنی می میتونی به همونم آلرژی داشته باشی. اگه به آه. آها. آها از اون واردیم از اون برداری واردش میشی نمیدونم ولی هنوز در این چیزی نبود تو یه مدت یه چیزایی میکرد چی بود؟, دمون افراره افراره دمون افراره 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 بود؟ کمک کرد؟ آره خیلی لینکش هم یه جا گذاشتیم کار جمع کرد آه همده. تو مشکلت حساسیت نبود؟ کم خیلی حساسیت نبود ولی کلا کمک میکنه دیگه به التحاب توی وینیو اینا کمک میکرد نمیدونم حالا من یه قرص پیدا کردم که فعلا داره کار میکنه یه ریاکتینه که فعلا داره کار میکنه تا موقعی که کار بکنه من روزی یه دونه از این ریاکتینه بابا. و گرونه خیلی بیا اصلا یه مثلا یه بسته سیتاییش تایش مثلا 40 دلاره مایی 40 دلار بدی برای قرص این مدل خاص گرونه یا دارو گرونه کلا گرونه این مدل خاصش هم از این چیزاست ژل توره که سرید م. م. میزنه کارو در میاره آره ازش میگیری خوبه یعنی؟ فعلا آره ولی صبح اگه یادم بمونه میدی مشکل یادموندن هست است <متصفيق> یعنی صبح دیگه بلند میشم کارامو میکنم میزنم بیرون بعد میفهمم که اوه داره آب از دماغم میاد بعد دیدم که ندارم چیزم چه هفته چیز پیش چیکار کردی؟ پیش نیومدی؟ نه کار خاصی نه هم توی خونه و عشق و حال و بح بح. <متصفيق> امروز کارون برامون اپیزود آورده بله بله در چی میخوای صحبت کنی؟ این داستانه اخیری که توی جنبش همبستگی منشور همبستگی محصا اتفاق افتاد خروج اول رضا پهلوی بعد نامد یون ما رو بران داشت که بریم یه نگاهی بندازیم ببینیم که چرا کار گروهی کردن کلا سخته حالا مخصوصا به مسائل سیاسی و اطلاف و اینا که میرسه چرا سخت در میشه داستان اینه امروز کار گروهی احساس میکنم ضعیفیم توش کلا به عنوان یک نیشه به عنوان یک ملت احساس میکنم توش ضعیفیم از فوتبالمون گرفته که توش ضعیفیم تا مثلا وضعش گروهیمون هم تا میاد پا بگیره خراب میشه مثلا والیبالمون بود تا میخواست خیلی جدی پا بگیره یه بلای سرش آوردن حتی حتی گروهیایی که ایندیویدواله مثل کشتی یعنی گروهی به حال یه تیم ان دیگه اونام توش خیلی دعوا میشد موقعی که مسابقات بود آره کلا کار گروهی کردن من فکر کنم خیلی مسئله فرهنگیه حرفه <applause> گری لازم داره حالا فوتبال و ایمان مثال زد بچه که فوتبال میبینن میدونن مثلا فوتبال ایران رو که مقایسه بکنید با فوتبال خارجی حالا اصلا بازی به کنار خود بازی رو من هیچ کاری ندارم گری رو میفهمی که چقدر فرق داره مثلا ایران همه دارن یا با تیم خودشون دعوا میکنن یا با تیم مقابل یا با داور بعد این سر اون داد میزنه اون ادا اون خودشون میزنه زمین ولی مثلا اون وریا که روی فرهنگ حالا کار تیمی و اینا کار کردن خیلی کمتر میرن تو هاشیه مثلا مثالش اون نیمه نهایی جام ملت آسیا بود چی بود ایران ژاپن تیم کیروش اصلا هر موقع اینا شروع گروه کرده میشه این مثالش. بودن شروع کردن با داور بحث کردن اصلا ژاپن اومد اونور گل زد و اینا بخاطر که ما حالا میگم ما نه فقط ایران یاد خیلی ملیت دیگه ممکنه این داستان داشته باشن ولی خب میگه ما چون ایرانی و بیشتر میدونیم درگیر هاشیهی معمولا یعنی معمولا مسائل برای ما ممکنه شخصی بشه هدف کلی یادمون میره این رو حالا فوتبالش رو که مثال زدیم خیلی ممکن دیده باشه من خودم مثلا دیدم اینو این موضوع رو سر کار اینجا که با حالا مثلا آدم های خارجی که کار میکنیم اینجا چیزی شخصی نمیشه مثلا بری توی میتینگ یکی یه ایده, ایده ای داره ایدهش خوب نباشه ازش ایراد بگیری یا هر چیزی نه شخصی میشه نه مثلا ناراحت میشه چون هدف اینه که اینم حالا صد درصد نیست باز آدمایی هستن که اینور ممکنه باشن و شخصی بکنن اینا ولی ناراحتی پیش نمیاد ولی توی محیط هایی که مثلا تو اون فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم تو از یکی ایراد بگیری یا بگی ایدت خوب نیست یا مشکل داره اصلا شخصی میگیری میگه اصلا تو کی تو کلا مشکل داری تو مریضی و از این داستان ها کلن... یه سوال بپرسم این به خاطر اینکه ما بیشتر چون که ایرانیم داریم اخبار ایران رو دنبال میکنیم یا واقعا شما دنبال میکنیم فوتبال های دیگه واقعا هیچ کدومشون اینطوری تو آشیه نمیرن یا اینطوری کار من مشکل دنبال نه نه تو بیشتر دنبال, دنبال میکنیم مثلا ما که دنبال میکنیم ما چیزها رو دنبال میکنیم دیگه تاپ های دنیا رو دنبال میکنیم لیگای خوب دنیا اونا اینجوری تو هاشیه نمیرن. نمی... اصلا صفره. ولی این مدلی تو آشیه نمیرن یا چونم مثلا بسکت من دیگه خیلی زیاد نگاه میکنم یارو تا لحظه آخری که حس میکنه میتونه ببره تلاش میکنه ولی وقتی باخت میره بقیه رو بغل میکنه خوشو بهش میکنه هیچ اتفاقی نمیافته با مثلا تو ایران که میبازی مثلا قلنوی مثال معروفش بود دیگه داور مشکل داشته و تیم ما و بابات فیروز شخصیه دیگه خیلی شخصیه اینا حرفهگری توشون خیلی زیاده مثال ورزش فکر بهترین مثالشه حرفه ای یعنی هر کسی یه مسئولیت مشخصی داره میاد تمام توانش رو میذاره که اون مسئله به نتیجه برسه و وقتی هم تموم شده به نتیجه نرسید نرسید دیگه ام. میپذیره و ادامه میده آخه حالا مثال فوتبال رو من که اصلا زیاد فوتبالی نیستم ولی دور دور که فوتبال ایران مثلا میبینم و میشنوم اینا خیلی هم سیاست و باندبازی و اینا یعنی دخیلش هست این نیست که مثلا بخوان راه خودشون رو برن حالا فقط تو اون کارگروهی خوب نباشن یعنی انقدر از این برام بر انگولک میشن بله حس میکنم اونه جمهوری اسلامی رو هر چیزی دست گذاشت به کسافت تبدیلش کرد اینو سر جام جهانی دیدیم یعنی اون کاری که ها. با ما کردن که ما تیممون بازی داشت توی جام جهانی میخواستیم ببازه بازه اصلا خیلی کار پیچیده یه تو بتونی یه ملت رو به اونجا برسونی که یه همچین احساساتی از خودش بروز بده ولی انقدر دستکاری میکنن و همه چیزو به کسافت محض تبدیل میکنن دیگه قراقاتی میشه هر جا پول باشه اینا توش دست بردن و داغونش کردن آره بریم بفرمایید آره این ما رسالت یکم از همه چیز پادکست رو ادامه میدیم این قسمت راجع به حالا این موضوعی که میخوایم صحبت کنیم یه ذره از روانشناسی میگیم یه ذره از سیاست میگیم قطعا هم بخش هورمون هفته رو که باید داشته باشیم دیگه آره گفتم بعد اون نشسته حالا جورج تاون که این افراد سیاسی که ما بهشون امید داشتیم دور هم جمع شدن خب حالا ما اپیزودم رفتیم با گلناز خیلی هیجان زده بودیم خوشحال بودیم بعد از بعد اون منشور همبستگی محسا رو دادن حالا با هر کم و کاستی باز خوب بود به نظر من و خیلی های دیگه ولی زمان یه ذره گذشت و رضا پهلوی اون تویت رو زد و که من میخواستم یه سری آدم ها رو وارد کنم بقیه مخالف بودن اون گفت من فعالیت ها محدوده به این منشور حالا همبستگی نمیشه فقط در واقع اونجوری تلویحی خارج شد بعد حامد اسماعیلیون دیگه علنا اعلام کرد که خارج شد و اینا دیگه یه دو دستگی چند دستگی الان ایجاد شده توی حالا مثلا فضای توییتر رو می‌بینیم آدما به صورت ریل تایم دارن صحبت میکنن چند دستگی ایجاد شده و همه در حال اظهار نظر راجع به موضوع هم. یه سری طرفدار رضا پهلوی یه سری طرفدار حامد اسماعیلی افتادن به جون هم نمیدونم حالا شاید یه بازه ایه که باید بگذره ولی الان خیلی این مدل رفتار و اینکه تو بخوای کسی رو تخریب کنی که هدفش با تو مشترکه خوب نیست یعنی شاید اون سایبری های جمهوری اسلامی و اونا خودشون زورم میزدن اینجوری نمیشد اون وری داره میره که اینا دوست دارن. ولی حالا اینا باعث شد که من دلم بخواد برم یه ذره یه نگاهی بندازم که چرا مثلا کار گروهی کردن مخصوصا توی مسائل سیاسی میتونه که سخت باشه اول اینکه این نیاز ذاتی همه انسان‌ها است که توی به یه گروهی تعلق داشته باشن اینو طبق تحقیقاتی که انجام شده این نیاز به تعلق میگن خیلی قوی اساسیه یعنی فاندامنتاله و انگیزه خیلی فراگیریه توی همه انسان‌ها این وجود داره هممون هم اش کردیم دیگه از سن کم مثلا طرفدار یه تیم هستیم جز گروه طرفدار اون تیمیم نه طرفدار آره هر چقدر هم تیمش آشغال باشه هر بعضی آره دیگه مثلا شما روزای بدتونه اینجوری ها. بعد مثلا پیرو یه دینی پیرو یه کالتی نمیدونم طرفدار یه حزب سیاسی طرفداری بازی بازی گروه هم همشهری های مثلا فلان شهر نمیدونم باز بازی رو گفتی سریال مثلا سره. این آو. اصلا یادتون باشه یکی از اولین اپیزودایی هم که تو خودکست رفتیم 18 سال پیش بله تیم اولین اپیزودمون بود فکر کنم نه نه یعنی بود. اولین چیزمون بود اولین هفتمون بود آره آره, آره من اپیزود رفت اون موقع برام خیلی سوال مثلا چی میشه که ما اینقدر تعلق خاطر پیدا میکنیم به یه مفهومی بعد یه گروه هم تشکیل میدیم هممون هم طرفدار اون طرف و مفهومه ایم حالا تیم بازیه نه سریاله خیلی هم حاضریم براش بجنگیم و اینا این مثلا کجای مغز رو فعال میکنه اون موقع هم شما دو تا خیلی فعالانه فوتبال ایران رو داشتین دنبال میکردین دیگه برنامه 90 وجود داشت آره یادم خیلی دقیقی که فوتبال ایران نگاه می‌کردیم نوت... برنامه 90 ما در برنامه 90 صحبت می‌کردیم. یعنی ما هم زدی ما هم دیگه صحبت شو به کثافت تبدیل کردن اون دیگه نمیشه نگاه کرد ولی آره کلا این یه تحقیقات نشون که یه نیاز اساسی و خیلی قویه توی انسان‌ها بعد از طرف دیگه حالا نبود این تعلق به گروه به سلامت روح و جسم انسان ها خیلی میتونه آسیب بزنه اه. یعنی تو جای تو محیطی باشی که احساس تعلق خاطر نکنی به هیچ گروهی این خیلی آسیب زننده میتونه باشه و خب تمام دستاوردهای مهم هم دستاوردهای مهم بشر هم حاصل یه کار گروهی بوده هیچ گروهش تکید کسی به موفقیت در واقع بزرگی نرسیده اه. قبل از اینکه حالا بریم نگاه کنیم توی فعالیت گروهی یا فعالیت گروه های سیاسی چه اتفاقایی ممکنه بیفته که این اصلا به این بخش هورمون هفته رو من یه اشاره بهش بکنم بگید اومدن یه تحقیق انجام دادن راجع رابطه سروتونین و لیدرشپ رهبری سروتونین حالا صحبت کردیم راجع بهش یکی از اون هورمون های خوشحالیه که حالا وقتی که سر حال باشید و اینا میشه مود خوبی توی شما ایجاد میکنه یه مطالعه توی ژورنال نیچر چاپ شده که میخواستن در واقع نقش سروتونین رو روی رفتارهای لیدرشیپی میمون بررسی کنن خیلی جالبه اومدن دیدن اونایی که سطح سروتونین بالاتری توی مغزشون بوده اون میمونایی که سروتونین بیشتری توی مغزشون داشتن از لحاظ اجتماعی مسلط‌تر بودن سوشالی دامیننت بودن اعتماد به نفسشون بیشتر بوده و رفتارهای قاطع بیشتری نشون میدادند. که اینا همه ویژگی رهبره <applause> و از اون طرف اون میمونایی که سروتونینشون پایین تر بوده رفتار ساب بیشتری نشون میدادن یعنی بیشتر حاضر بودن تحت رهبری یک کس دیگه ای باشن یکی بهشون امر و نهی کنه اینا برن انجام بدن و احتمال اینکه این میمونهای کم سروتونین برن رهبر بشن کم بوده باست. نسبت به میمونهای های پر سروتونین <تص> <تص> میشه کرد احتمال نمیدونم باید بشه نمیدونم مگه میشه جالبه خب بعد نتیجه گیری که کردن اینه دلستر. که سطح سروتونین توی رفتارهای رهبری و تسلط اجتماعی تاثیر داره حالا نه این عینا به انسان قابل تعمیم نیست این باید تحقیقات جدایی انجام بدن باید این رهبرا رو بشونن کنار هم سروتونین آره اینجوری اندازه بگیرن و نتیجه رو اعلام کنن اگه زنده بمونن تا اون لحظه نکشته باشنشون بعد ولی خب این توی این رو نشون داده احتمال هم میدم توی انسان هم مورد مشابهش باشه ولی کلا چیز جالبیه دیگه مطالعه جالبیه مهم. یعنی وجود یه ماده شیمیایی توی مغز و بدن شما اصلا تمام خلق و خوی شما رو عوض میکنه میتونید ویژگی رهبرگونه داشته باشید به در آره بعد حالا توی این منشور هم من نمیدونم سرتون یکی چه جوری بالا پایین شد که یهو یه کارپوکی به هم پیچیدن اینا بریم اون انگلیسی دیگه دیگه به من ببین کامل انگلیسی یعنی از اینجا بعد ترجمه همزمان داریم دیگه از اینجا بعدش فقط روی روی کیپبیلیتی کارون داریم حساب میکنیم که بتونه ترجمه همزمان بکنه آره آخه من اینو تو طول هفته مثلا گفتم بذار شروع کنم <applause> مطلب ها رو برداشتن بعد نوت انگلیسی برداشتم این اشتباه رو من همیشه انجام میدم اول اینجوری هم که بذار من چک نویس اینجوری خورد خورد می نویسم. بعد, یه روزی که قرار پاک نویس کنم روز قبل اپیزود همه رو مرتب... داشتم چرا میگی اشتباه این از تواناییات تواناییاتو بشناس بهشون احترام بذار م... بدون که همچین قابلیتی داری به خود به خود ببال که میتونی اینطوری ترجمه هم زمان با... <applause> 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 <گرفتن. تصفيق> اینه که ببین چه سپورت در آوش برای اینکه مثلا من میگم یه روزی میشنم اینا رو مرتب میکنم میذارم ولی هیچ وقت اون روزه نمیرسه و من همیشه لحظه آخر مثلا یه شماره میزن این یک باب بگم اینو دو بگم یه سری فلش عجیبی, عجیبی داره واقعا فلش عجیبی توش داره دیگه خلاص هر موقع اینا ان شد این در, در حالی ای که ما واسه صدف خیلی منبر رفتیم که انگلیسی ننویس <applause> نه من گفتم ننویس گفتم نگو نه 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 بحث این بود که راحت تر هم میتونی مثلا کارو در بیاری نه من دیدم ایشون 351 اپیزود رفته صدف تو بگم 10 تا اپیزود رفت فرق داره یه چیزی در مورد NFT گفتین میخوایی یه بریک بگیری یه ذریع نمطاله کنیم NFT دیدین که چه جوری داره کرش میکنه لوگن پال یه دونه NFT خریده و هزار دلار خب فروخته شد 10 دلار نامون چی بود اون لغت؟ اینو, نب... لو... اینو نبود که اشتباه پست کرده بود چیو اه... نوع ارزشو چون یه،, یه, کسی هم یه نفتی میلیون دلاری و اشتباه ارزش رو پوست نه، کرده نه نه این که سوتی داده این ارزش خودش آره یا ارزشی رسید به درد نفتی چ... اصلا چی بود اصلا ما چه... ما هم خیلی درگیر شدیم همون لحظه یعنی جالبیه چیز جالب دیگه همون واقعا گفتیم این یه بابلیه که میتره که ولی بعد از اون احتمالا چیز میشه آخه چون هی میگیم بابل بابل, بابل... هاوزینگ اینجا کی میتره که داش ما از 2008 منتظر بابل تخصصی من حالا ما بچه بودیم ولی بابل دات نت بود دیگه دات کام بود دات نت چی بود اینترنت بابل بود یه عالمه کمپانی و اینا ایجاد شد همه گفتن دیگه اینترنت آینده است و اینا خیلی هاشون ورشکست شدن ملت بدبخت شدن بعد از اون دوباره رو یه ورژن آینده يعني. که بود ولی فقط اون آینده که <تصفح> اونا تصور متصور بودن نبود موقع نمیدونستن آره. دیگه پس حضرت ابراهیم که از دل آتش بر... بر... ولی آره یه بازی مراجعه. راجع به ان اف تی صحبت کردیم راجع متاورس هم صحبت کردیم که جفتشون الان به چوب م. رفتن دیگه آره من متاورس رو هم اول اپیزود هفته پیشو گوش دادی نه آلیش خواستم جوکی آخران ببینم گوشت گفت از سلیمان گفتم یه جوکی برای شید ابراهیم حضر ابراهیم فرق نمی کنه به هر نیست بله بفهم <applause> آره من حالا توی دو مورد اول اینه که توی هر گروهی نه فقط لزوما گروه سیاسی چه مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه اینو سریع رد میشم به خاطر اینکه خیلی حالا مرتبط ممکنه نباشه و خیلی هم شبیه به گروه های سیاسیه بیشتر میخوام راجع به گروه های سیاسی صحبت کنم یه چند مورد مورد موردی هستش که اگر وجود داشته باشه ممکنه منتهی بشه به اینکه گروه ها از هم بپاشن یکیش اولیش خب کامیکیشن یعنی ارتب... سطحی که شما با هم ارتباط برقرار میکنید ارتباط در واقع کارا و درست داشتن خیلی مهمه توی گروه مثلا اینو ما شاید خودمونم توی خودکست تجربه کردیم اول که شروع کرده بودیم لزوما این سطح ارتباط اصلا درست نبود مدل مکالماتی که داشتیم اونجوری هدف رو شاید بیان نمیکرد باشه یه زمانی یه مفهومی رو میخواستیم به یکی برسونیم ساعت ها صحبت کردیم و آخر فهمیدیم اصلا فرد متوجه خسته ما نشده بود آره ارتباط مهمه که چی جوری عجب بابا مفاهیم بیان بشه بعد اینه که اهدافی داشته باشیم که با همدیگه متضاد باشن یعنی اهداف متضاد باشه یعنی هدفی که مثلا من بخوام پیگیری کنم اگه متضاد با هدف ایمان باشه خب توی گروه بخوایم کار کنیم داستان میشه ما در مورد هدف اون برای خود کسی شخص صحبت نکنیم ان شاء الله اهداف ما الان متضاد باشه کارونجا آره شما نمیدونی اگه هدف مثلا باشی. من میتونم سایبری باشم الان شما که بله اولویت ها میتونه متفاوت باشه و این منتهی میشه به از می رفتن گروه حالا میگم اینا دوباره توی اون تفاوت گروه های سیاسی و اینا هم مطرح میشه اینکه شخصیت ها با هم در تضاد باشه <applause> این خیلی مهمه مثلا از فرهاد مثال بزنیم به عنوان شخصی که همیشه گوش شنوا داره تو با فرهاد راجع به هر موضوعی میتونی صحبت کنی معمولا جلوت گارد نمیگیره گوش میده به حرفت بازه به اینکه به حرفای تو گوش بده ولی چون مثلا من یا ایمان ممکنه اینجوری نباشیم یه سری موضوعات خط قرمزی هست که این مطرح بشه گارد گرفته میشه پس این مدل شخصیت خیلی مهمه اگه مثلا همه آدم های گروه ما قرار بود مثل من و ایمان باشن ممکن بود مثلا ما 351 اپیزود نداشته باشیم یک بر اپیزود 35 مثلا دیگه سه اپیزود یک خراب بشه بعد جنگ قدرت پاور استراگل این موضوعیه که حالا نه فقط توی گروه که توی رابطه شخصی آدم ها هم اتفاق میفته خیلی نقل محافل حالا روانشناسی و این کاپل سراپی و اینایی که آدما با هم جنگ قدرت دارن اه توی اه نمیدونم زالا ذات انسانه یا هر چیزی بالاخره توی محیطی که قرار میگیرن میخوان جایگاه خودشون رو داشته باشن و به بقیه اثبات کنن که اونجا مال منه مثلا تریتوری منه کسی نمیتونه واردش بشه و از این داستان و مورد آخرم اینکه اعتماد نداشتنه یعنی توی گروهی باشی که تو به فرد مقابلت یه انسان حالا و کاری که میکنه اعتماد داشته باشی احتمال شکست خوردن زیاده حالا بریم وارد این میگم این به صورت کلی دلایلی بود که همه یه دلایل هم قطعا نیست بالاخره طبقه بندی کردن این یه سری از دلایلی که ممکنه کار گروهی شکست بخوره بریم حالا وارد بگم گروهی هم که دارن کار میکنن دلیل برای نیست که تمام این چهار تا رو همه با هم, هم دیگه دارن خوب انجام میدن یعنی واقعا شاید توی یکی یا دو تا چند تا از اینا مشکل داشته باشن یعنی آه. اه، مثلا هدفشون یکیه ولی اون جنگ قدرت وجود داره ولی همچنان این گروه داره کار میکنه ولی اگر که میخواد اپتیمایز تر بشه احتمالا باید به هر چهار تاش رسیدگی آره این چیزی که ایمان گفت چیزی که من دیدم تجربه شخصی سر کار این بوده که نقش اون لیدر گروه خیلی مهمه مثلا لیدرهایی که خوب گوش میدن و خوب میتونن تحلیل کنن حرف مثلا دو، اگه دو طرف باشه حالا هر... تمام جوانب رو میتونن در نظر بگیرن و زبانی دارن که میتونه همه رو قانع کنه مثلا اینا اولین بار سر استاد مسترم اینجا دیدم حالا با حسین صحبت میکنه من تازه اومده بودم و اینا بعد حسین میگفتش که آره این استاد ما اینجوری اون آره اون حسین اینجوریه که میتونه تو رو قانع کنه <applause> و یه جوری تو رو قانع میکنه که تو فکر میکنی اصلا ایده اون ایده خودت اصلا خودت از زبان خودت این رو <applause> بیان میکنی بیان میکنی این حالا آدمی بود که خب خیلی باهوش بود و خیلی روابط اجتماعی بالایی هم داشت بعد من رفتم اون کتاب صحبتش هم کردیم توی قسمت های قبل Uh, how to Win Friends and Influence People با. رو خوندم و اونجا حالا مثلا یه سری راهکار به تو میده که چجوری میتونی بیشتر آدم ها رو با خودت همراه کنی و این آدم من حس مثلا این موضوع رو مستر کرده بود حالا خب رابطه اون با ما یه مقدار فرق میکنه با محیط سرکار اون یه آدمی بود که خب سطحش از ما بالاتر بود ما عملا در انتها مجبوری تا یه حد خیلی خوبی مسیر رو بری که اون مد نظرشه یعنی اون از یه موضع بالایی توی موضع بالاتری نشسته ولی سر کار خب اینجوری خیلی نیست به خاطر اینکه حالا ممکنه مثلا تیم لیدر داشته باشه منیجر داشته باشه ولی چون تو در نهایت باید کار رو پیاده بکنی اون نمیتونه خیلی یعنی جایگاه اون خیلی با تو لزوما فرقی نداره تهش نظر شما هم مهمه به عنوان آدم فنی اینو می‌خوام بگم تجربه که من داشتم در ادامه حرف ایمان اون نقش لیدره خیلی مهمه که بتونه توی شرایط حالا حساس وقتی که نظرات با هم دیگه متفاوتن اون راه درست رو انتخاب کنه و مطمئن بشه که تک تک آدما در واقع نه به شخصیتشون برخورده نه مسئله براشون خیلی شخصی شده این خیلی موضوع خب برگردیم به همین در واقع این اتفاقی که افتاده ما اولش همیشه به این میباریدیم که خب این موومنتی که شروع شده لیدر نداره ولی شاید اون موقع میدونستیم یه باگ وجود داره یه جایی ممکنه به بومبس بخوره و احتمالاً احتمالا این یکی از دلیلاش بوده آره چیز دیگه چون دفعه اول داره این اتفاقا میفته لزوما مطالعه روش انجام نشده آینده رو پیش بینی کردنم که غیر ممکنه این تحلیلگرای سیاسی و اینا هم که میان 90 درصد برای پر کردن زمانه لزوما چیزی درست در نمیاد به نظر من همه اینو یه روندیه که باید طی بشه مثلا ما الان میدونیم جنبش بدون لیدر تا یه جایی ممکنه پیش بره از یه جایی به بعد بالاخره نیاز هست که یه رهبری باشه ولی خب اون رهبری هم باید طوری باشه که بتونه نظر اکثریت رو در خودش جا بده که الان فعلا این اتفاق نیافتاد آره توی در واقع گروه های سیاسی من چهار تا مورد دارم که چه اتفاقی ممکنه بیفته که این با شکست مواجه بشه اولیش اینه که همون علایق و اهداف و در واقع اون مسیرهایی که هر کدوم از این آدمای گروه میخوان برن اگه با همدیگه در تضاد باشه ممکنه که به مشکل بخوره اولویت هاشون در تضاد باشه مثلا یه گروه ممکنه که سیاست های اقتصادی رو مد نظر قرار بده یه گروه دیگه سیاست های سوشال سوشال پالیسیز رو حالا اینجا از اینجا به بعد من یه مطلبی رو مطرح میکنم بعد میریم توی عمقش میبینیم اون مطلب چی بود بعد برمیگردیم از عمق والا و ارزی میریم مطلب بعدی دوباره لازم باشه از اون میریم تو عمق دوباره میریم نفس بگیرید اینا خدا کمک کنه آره در این بین من که نفهم چی شد ولی همون آره من گفتم آره من گفتم مثلا ممکنه هدفشون با هم دیگه متفاوت باشه بعد با گفتیم یه گروه ممکنه سیاست اقتصادی رو دنبال کنه اکانومیک پالیسیز یکی دیگه ممکنه سوشال پالیسیز اجتماعی حالا بریم ببینیم اکانومیک پالیسیز و سوشال پالیسی تو چه جاهایی میتونن با هم دیگه متفاوت باشن مسئله اول مسئله اینه که دولت چه مقدار بودجه داشته باشه خب اونایی که سیاست اقتصادی رو دنبال میکنن میگن که بودجه دولت باید کم بشه اقتصاد آزاد باشه بودجه دولت کم بشه و حالا فری مارکت وجود داشته باشه اونا کارشون رو بکنن اونایی که فعالیت‌های در واقع سیاست های اجتماعی رو بیشتر مد نظرشونه سوشال میگن که اتفاقاً بودجه دولت حکومت باید زیاد باشه دولت نه حکومت. باید زیاد باشه و این بودجه رو بیاد صرف خدمت رسانی به آدم ها بکنه امه. مثلا سیستم بهداشت مجانی وجود داشته باشه دانشگاه ها مجانی باشن الان مثلا نگاه میکنیم توی آمریکای شمالی دانشگاه ها مجانی نیستن نه اصلا ولی توی اروپا دانشگاه ها مجانی این تفاوت دیدگاهه اینا بودجه دولت رو زیاد میکنن مثلا توی کشور اروپایی که یه سری خدمات رو به رایگان در اختیار عموم بذارن ولی اونایی که سیاست هاشون اقتصاد محوره مثل حالا آمریکای شمالی اینجا دیگه بوجه دولت بودجه رو نداره همه اینا ارگانیزیشن های در واقع سازمان های خصوصی و خودشون باید مدیریت رو انجام بدن پس این میشه تفاوت اول اینکه چقدر بودجه اختصاص بدن به دولت دومیش مسئله تکسه مسئله مالیاته اینایی که سیاست اقتصادی رو دنبال میکنن ایشون تکس بدن آفرین میخوان تکس کم بشه به خاطر اینکه تکس کم دادن یعنی اینکه هزینه های اون بیزنس کمتره بیزنس میتونه بیشتر رشد کنه زمان ترامپ یه سال آمازون صفر دلار تکس داد یه چیز عجیب اوه. 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 یه جاهای خاصی یه بخواه. اتفاقای عجیب غریبی میافتاد اصلا هنرش این بود میومد <تصح> یه سری قانون وضع میکرد <تصح> ببخشید <applause> که این باید. باعث میشد این بیزنس های بزرگ نیاز نباشه اونقدر تکس بدن <applause> و استدلال هم اینه که باعث رشد اقتصاد میشه و رشد اقتصاد یعنی که بیکاری کمتر میشه حالا از اونور کسی اونایی که سیاست های سوشال رو دنبال میکنن اجتماعی میگن که اتفاقا تکس باید یه جوری وضع بشه که اینی یعنی غیر آه. نابرابری آه. نابرابری توی جامعه کمتر بشه و از مشتری ها از مردم عادی از اونایی که خدمت یا سرویسی رو مصرف میکنن حمایت بشه <applause> این تفاوت دیدگاه خیلی مهمه دیگه اینا میخوان اتفاقا از اونایی که درآمد بیشتری دارن تکس بیشتری بگیرن اونایی که درآمد کمتری دارن تکس کمتر که یه مقدار برابری ایجاد بشه توی جامعه اونور میگن نه تکس مثلا بیزنس های بزرگ کم باشه که بیزنس رشد کنه اقتصاد رشد کنه مورد سوم قانون کاره <applause> این خیلی مهمه حقوق کارگر و اینا توی اونایی که سیاست اقتصادی رو دنبال میکنن میگن بازار باید خیلی قانون کار منعطفی داشته باشه مینیموم دستموز حداقل دستموز باید پایین باشه که در واقع مشاقل بیشتری تولید بشه و رقابت وجود داشته باشه دوباره <applause> آمریکای شمالی میبینیم حالا کانادا باز خوبه توی آمریکا مثلا حداقل دستموز یه چیز افتضاح پایینیه <applause> ولی حد ولی دستمزد بالا از اون ور به مراتب بالاتر بالا که بالا دستمزد نه نه منظورم اینه که برای یه کاری که شاید مثلا برای سافر انجینیر آره. حقوقی که اینجا آم. میگیره و حقوقی که تو آمریکا ممکنه بگیره خیلی متفاوته آره, آره آره آمریکا بیشتره ام. آره دیگه به نوع دیدگاه بستگی داره یعنی که شما میخوای عموم مردم یه زندگی راحتی داشته باشن خب این میشه حالا بیشتر مثلا کشور اروپایی حالا تا حدی کانادا در مقایسه با آمریکا یا میخوای اونایی که به هر دلیلی شرایط بهتری دارن حالا یا بیزنسی دارن یا نمیدونم سوادی دارن یا مهارتی دارن اونا خیلی زندگیشون خوب باشه آدمای مثلا معمولی تر لزوما زندگی خوبی ندارن که این میشه مدل آمریکا حالا بحث زیاده ما اصلا اینجا نمیدیم این کدوم خوبه کدوم بده این تفاوت بله. دیدگاهه حالا توی قانون کار میگم اونایی که سیاست اقتصادی رو دنبال میکنن حقوق حداقل دستمزد رو پایین نگه میدارند خیلی هم باید منطف باشه که تعداد شغلایی که ایجاد میشه زیاد باشه و نمیدونم رقابت وجود داشته باشه این داستانا از اون طرف اونایی که سیاست های اجتماعی رو دنبال میکنن خیلی میخوان که از حق کارگر و کارمند دفاع بشه پس مینیمم دستمزد بالاه و اینکه کارگرها حقوق مشخصی دارند خیلی رسیدگی میشه به سلامت حالا زندگی اون آدما چون مثلا یونین وجود داره اتحادیه وجود داره اینا میتونن اعتصاب کنن همین الان توی کانادا اعتصاب داره انجام میشه تعداد خیلی زیادی کارمند دولتی دست از کار کشیدن یه سری در واقع مطالبه دارن که تا مطالبه از طرف دولت برآورده نشه اینا بر نمیگردن سر کار 150 ,000. آره ولی مثلا آره. چه اینداستریای آره. الان پاسپورت نمیتونی بگیری پاسپورت آها سر پاسپورت میتونی بگیری خیلی طولانیه دفترهای پیش الان اصلا بس آره. همه چی رفت دیگه بس الان بس است آخرین لول فشارش پاسپورت نمیشه مثلا تکس و اینا الان دو چهار مشکل هر چی مثلا مهاجرت مهاجرت آره تا اینا مطالبهشون از دولت وصول کنن بعد برمیگردن سر کارشون ولی مثلا تو آمریکا میدونیم یونین داشتن یه چیز خیلی عجیب غریبیه ام. خیلی آره مخالفت میشه شرکت هایی که آمریکایین تو کانادا فعالیت میکنن اصلا توشون ام. کار بکنید همه قسمت ها زدن که ضد یونین و یونین بد و آخه میدونی حالا تو حرف تو بزن. بعدش در صحبت آره و مورد آخر این هم مورد مهمیه به اینکه زیادم بهش اخیرا اشاره شد فعالیت های زیست محیطیه چه جوری ام. به محیط زیست نگاه میکنن اونایی که اقتصاد رو محور قرار میدن اینه که رشد اقتصاد از همه چیز مهم تره. پس ما هر چقدر لازم باشه از محیط زیست برداشت میکنیم معادن نمیدونم مخازن هر چیزی که هست از اون ور آره. از اون ور اونایی که در واقع سیاست های اجتماعی رو دنبال میکنن اینجوری که نباید از محیط زیست محافظت بشه و سستینبلیتی یعنی که پایداریه آره مثلا چون به که اینکه از سوختای فسیلی زیاد مصرف کنن استفاده کنن از چون انرژی خورشید باد بفرمایید نه خیلی این پای داریم خواستم بگم بازی آره این این الان ما رفتیم یه ذره توی عمق مقایسه کردیم سیاست اقتصادی رو مثلا با سیاست اجتماعی الان برمیگردیم بالا مورد اول این بود که میتونست مشکل بشه اینه که اولویت ها و اهداف این گروه های سیاسی آدمایی که توی اون گروه قرار دارن ممکنه با هم دیگه در تضاد باشه که این یه نمونه شد مورد دوم دوباره توی بخش قبلا اشاره کردیم هم پاور استراگل جنگ قدرت بله توی هر گروهی بالاخره آدما ممکنه دنبال قدرت باشن و با هم دیگه جنگ کنن مورد سوم اینه که ایدئولوژی این آدما ممکنه با هم دیگه در تضاد باشه مثلا یکی ممکنه ایدئولوژی لیبرال داشته باشه یکی ممکنه کانزروتیو یا محافظه کار باشه امه. حالا دوباره بریم تو عمق ببینیم تفاوت حالا لیبرال و محافظه کار چجوری میتونه باشه توی اون بخش اول یعنی هیته اولی که اینا میتونن با هم دیگه متضاد باشن اینه که نقش دولت چیه از نظر لیبرال ها از نظر محافظه کار حالا دوباره میگم این یه مقدار ممکنه شبیه باشه به بخش قبل امه. از نظر محافظ کارا میگه می که دولت باید کوچیک باشه و فری مارکت بازار آزاد رو ازش حمایت کنه بذاره مثلا بیزنس ها و بخش های مختلف که سرویس ارائه میدن خودشون به قول این خارج ها فیگر کنن یه جوری تنظیم بکنن که دخل و خرجشون چجوری باشه چجوری مثلا کیفیت خدمتی که ارائه میدن چی باشه و اینا و اون رقابت خودش باعث میشه که اینا رشد کنن از اون طرف لیبرال ها میگن که نه دولت باید خیلی نقش فعالی داشته باشه توی قانونگذاری اقتصاد و اینکه باید از محیط زیست مثلا حمایت کنه سوشال ولفر یعنی آدمای حقوقی داشته باشن کسایی که کار میکنن مثلا همون یونیه بیمه این داستان هم. هم. پس توی سایز سایز و در واقع نقش دولت تفاوت نظر دارن لیبرال ها میگن باید نقش فعال داشته باشن محافظه کار میگن نه باید بذاریم به عهده خود بیزنس ها توی مسائل اجتماعی مثلا محافظه کار توی آمریکا شمالی دیگه خیلی میبینیم که مخالف سخت جنین هن. بله حقوقی مثلا میتونی تفنگ داشته باشن خیلی موافق که شما باید حالا توی آمریکا دیگه فقط تفنگ باید داشته باشن از اون طرف دولت های لیبرال باورشون اینه که باید مثلا سیستم درمانی عمومی باشه همه بهش دسترسی داشته باشن نه فقط اونایی که کار درست حسابی دارن حالا درآمد بالاتری دارن نمیدونم ازدواج سیم سکس آدمایی که جنسیت جنس یکسان دارن انجام جنسیت یکسان دارن بتونه انجام بشه از این داستان ها توی مسائل اجتماعی از اون توی سیاست اقتصادی دوباره اونایی که محافظه کاران میگن تکس باید پایین باشه که قبلش گفتیم به اینکه اقتصاد رشد کنه فری مارکت کپیتالیزم یعنی سرمایه داری که بر مبنای اینه که بازار آزاد وجود داشته باشه خودشون برن متوجه بشن چی کار انجام بدن اه, اه, دولت های لیبرال ولی میگن که نه باید اه, یه مکانیزمی وجود داشته باشه که حقوق آدم‌ها مثلا بر چه اساسی تعیین بشه نمیشه یکی اون بالایی خیلی زیاد باشه پایینی خیلی بدبخت باشه اون پایینی باید یه حد مشخصی از زندگی رو داشته باشه ام. اون بالایی هم باید یه کپی داشته باشه یه حد بالایی داشته باشه و اینکه در واقع دولت دخالت میتونه بکنه توی فعالیت های اقتصادی اینجوری نیست که کامل آزاد باشن بالاخره یه سری رگولیشن یه سری قانونگذاری هستش که دولت میتونه ازش استفاده بکنه که در واقع اقتصاد رو به اون جهتی هل بده که مد نظرشه مورد چهارم سیاست خارجیه اینجاش هم خیلی جالبه این محافظه کارا خیلی تاکید مثلا دارن روی تمامیت ارزی و اینکه ما همه چیز رو باید توی داخل تولید کنیم مثلا سر زمان ترامپ ما خیلی می‌دیدیم <تصفح> میومد مثلا فلان چیزی که سالهای سال از چناب چین وارد شده بود از کانادا از مکزیک قطع میکرد میگفت نه ما اینو باید داخلی تولید کنیم از اون طرف اینا که لیبرالن خیلی به اینترنشنال کوپریشن اینکه با کشورهای دیگه شما در تعامل باشی چه میدونم مثلا اونور هندونه ارزون تولید میکنه هندونه رو از اونجا بیاریم ما مثلا خودمون سیب زمینی بدیم بهش به که اینکه بیایم هندونه رو با بدبختی خودمون تولید کنیم تو کشوری که کم آبی داره امه. ایران بله نه خیلی پیش رو ولی هندونه رو ببین هندونه ای که تو ایران هست هیچ جنس مکزیک هندونه اون هندونه, دراز... هندونه درازا... شریف نمیدونم حالا مال کدوم آباده ولی آره. <laughs> ولی اونا واقعا من هیچ جای دیگه ندیدم اون هندونه درازا رو سوئیس هم داره اون هندونه واقعا آره. داری میگی ان آره. سفر بعدی اون که رفتیم ان برای حساب باز کردن توی <laughs> <پانک> بانک سوئیسی <laughs> میریم هندونه هم میبریم با خودم خب موضوع آخر توی این لیبرال کانزروتیو محیط زیست اینو اگه یادتون باشه این مثلا محیط مطلبی بود که حامد اسماعیلی روش خیلی پافشاری میکرد <laughs> میگفتش که باید از محیط زیست درست استفاده بشه عادلانه باشه این به خاطر همین نوع دیدگاه هست که تو بیشتر مثلا کانزروتیو یا لیبرالی کانزروتیو و محافظه کاره اینجوری که برای رشد اقتصاد تو میتونی بری هر چقدر بخوای از محیط زیست استفاده کنی نمیدونم کربن تولید بکنی سوخت فسیلی مصرف بکنی خیلی در واقع ترمزی روی این قضیه نذاشتن اینو گذاشتن الان... که استفاده کنی اصلا. آره. یعنی تا هم... الان که رسیدیم به کلایمت چینج دارم میبینن او واقعا داره یه سری چیز عوض میشه داریم به نقطه B بازگشت میرسیم پس باید مثلا کربن دی اکسید تولیدش کم بشه ولی خب از اون ور لیبرال اینجوریان که نظم از باید حمایت بشه این زمینی که ما روش این فرزندان ما هم قرار روش باشن پس نمیشه هرجوری که دلون بخواد ازش مصرف کنیم روی مصرف کربن تولید کربن تکس میذارن لیبرالا، و خیلی تمرکزشون روی انرژی های چیزه سبز و پایدار نه، منظورشه چیه <تصفح> تجدید پذیر کم میخوابی مغز درست کار نمیکنه بله. آره این تفاوت ایدئولوژی بود و مورد آخر همون چی نه هیچ نه عدم اعتماده یعنی <applause> <applause> آدم های اون گروه سیاسی هم اگه به هم دیگه اعتماد نداشته باشن این مشکلات ممکنه پیش بیاد حالا این یه نگاه خیلی اجمالی و گذرا بود به اینکه چه تفاوت هایی ممکنه باعث بشه که یه گروه سیاسی که هدف مشترکی هم داره به شکست منجر بشه کارش ما نمیدونیم چه اتفاقاتی یعنی تا حدی اومدن بیرون گفتن ولی ما از جزئیات بیخبریم که چی دست به چی داد که یه همچین اتفاقی در واقع افتاد شاید اصلا باید اینجوری میشده شاید این گروه اصلا اساسا با هم نمیتونسته کار بکنه به خاطر اینکه مثلا حالا تو کشوری هم که دموکراسی درست حسابی دارن یه سری حزب دارن کار میکنن بعد این حزبها اگه اکثریت مطلق رو نیارن توی رای گیری نمیتونن دولت تشکیل بدن دولت رو اون حزبی تشکیل میده که اکثریت مطلق داره پس میان چیکار میکنن میان با همدیگه اطلاف میکنن و همون موقع هم که ائتلاف میکنن مثلا هیچ وقت حزب دست راست نمیتونه با حزب دست چپ ائتلاف بکنه بخاطر اینکه اینا توی یه سری سیاست گذاری اساسیشون با هم تفاوت خیلی عمیقی دارن حزبایی که به هم نزدیک مثلا مادرت میاد با چپ مثلا چیز میکنه میان رو میاد با چپ ائتلاف میکنه هیچ وقت راست و چپ نمیتونن همچین ائتلافی رو انجام بدن به نظر میاد نظر شخصی من توی همین داستان منشور همبستگی همین همچین داستانی بود بالاخره یکیشون خیلی راست راست بود یکیشون حالا میانه شاید چپ بود و اینا احتمالا نمیتونستن با هم دیگه کار کنن هرچند الان اصلا اینا در مرحله این هم تشکیل دولت و اینا که نیستن شما یه هدف مشخص داری یه دشمن واحد داری داری که داره خون آدمهای های بیگناه و میریزه مهم. باید اون دشمنه حالا از بین بره بعد به این اختلاف ها رسیدگی بشه اون موقع مثلا چنگانگی ایجاد شه ولی خب چنگ قدرت دیگه همین الان یه سری داستان مطرح شد و بالاخره اینا هم هایی دارن مشاوره ها ممکنه تندرو باشن یا کندرو باشن ما نمیدونیم خلاص ببین حالا چیزی زیاده. که هست به نظر من یه دلیلی هم که داره اون در واقع پیروان یا طرفداران اون اشخاص هم کم توی این در واقع اتفاقی که افتاد به نظر من کم دخیل نیستن یعنی اونا هم با حالا عدم اعتماد بین پیروها هم وجود داشتیه یعنی اگر که اون دوتا لیدر ها با هم دیگه به هم دیگه اطمینانی نداشتن به نظرم هرچی میومد پایین تر این شدیدتر و شدیدتر میشد یعنی این گپه اون بالا شاید خیلی کمتر بود ولی هرچی می اومد میرسید به مردم آدی به نظرم من خیلی خیلی شدیدتر و شدیدتر میشد احساس میکنم تمام حالا همه ماها هم توی در واقع این موضوع میتونیم سعی باشیم خودمون رو بریم فکر کنیم ببینیم که در واقع کجاها به فکر اون دشمن مشترکه نبودیم یعنی خیلی خیلی اتفاق میفته خودمون هم ما همینطوری بودیم یعنی شاید بعضی جا دوست داشتیم که علاقمون بود که یه نفر دیگه پیش بذاره یه نفر دیگه که بره جلو ولی اینطوری نمیشد برای همین خودمونم هم ریاکشن نشون میدادیم ولی حالا همونطوری کارون گفت بار اوله که داره اتفاق میفته هیچ دستور عملی هم نداره هیچ در واقع راه استانداردی هم نداره که آدمان بخوان در واقع پیشش ببرن اکثرش آزمون و خطا است بعضیاش جواب میده بعضیاش استپ رو عقبه عقب ولی دلیل برای نمیشه که تموم شده این خیلی مهمه باره. یه نکته حالا من ساده که میگم خیلی اطلاعات دقیقی ندارم ولی خیره. من حداقل تو اینه که خودتو نیار پایین حداقل less shrinking more accepting Shrink... Shrink... shrinking یعنی اه... خودتو بخوای کچی تو expanding, expanding زر... you Shrink... Accept... Shrink... Shrink. as who you are برشش این شخص میکنی ها اینجا نشستم بهتون ایمان فقط داره مار تو آغوش میگیره به همون نشستم بهتون دم کردیت میدم یعنی بقیه جمله ها بخون دیگه همه خوندن نشستم اینجا بهتون سندروم منو گرفته اون صحبتی کارون کرد اون این دشمن مشترکه یا حالا ایمان دشمن مشترکه باید نباشه تا حالا هر کدوم از این افراد بتونن با هم یه رقابتی بکنن یه قدرتی و از هم مثلا یه جنگ قدرت واقعی اتفاق بیفته تا وقتی که حالا هنوز جمهوری اسلامی سر کاره و به قولی میدون دست این افراد نیست خب حالا بیرون گود دارن حالا به جون هم افتادن که سمره میگم سمره دیگه نخواهد داشت میگم همون جوری که احساس میکنم بیشتر شاید ماها به جون هم افتادیم تا اونا یعنی احساس میکنم این دعوای خیلی بیشتر بین پیروان یا حالا <applause> کسایی که این اشخاص رو انتخاب کرده بودن بود تا بین خود اونا به صورت کلی حدس میزنم و نمیدونم شاید اونا وایستن جناب هم دیگه مشتم من دیگه زدن واقعا نمیدونم حدس نسبت به چیزهایی که حالا تو توییتر دارم میبینم نسبت به که این شکافه الان تو توییتر که دیگه اصلا خیلی زیاد شده دیگه همون قضیه حضرت موساس یعنی شکافت عجیب باز کرد قضیه رو حالا یه بحثی که میگی طرفدارانشون و نوع برخورده حالا طرفداران هر کدوم از این افراد شاید باعث شده که این اتفاق بیفته که حالا اون مصاحبه هم که نمیدونم شنیدیم مسیح نجات داشت با ایران اینترنشنال یه جورایی برداشت من این بود که اینو میگفت میگفت اتفاقاتی که توی حالا فضای مجازی میافتاد یا حالا فضای حقیقی کشیده میشد به جلسات ما مهم. منی که حالا به قول فرهاد که نسیاسی هم احتیاره. یه آدم ساده هم همه همون تحلیلگر عزیزم شما مور shrinking, لس شرینکینگ مور و فقط امید داشتم و مثلا خوشحال بودم که این اتفاق افتاده و چیز مثبتی میدیدم اصلا نمیتونستم بپذیرم حرفی که زد و که اتفاقاتی که حالا داره توی فضای مجازی میفته تاثیر گذاشته باشه توی همچه گروهی چون که یه تو ذهن خودم لاقل یه استاندارد بالایی فکر میکردم این افراد رای. دارندیه مثلا آقا یکیشون به قول خودش حالا ۴۰ سال داره کار سیاسی میکنه هر کدومشون حس میکردم اینجوری نیست که دیروز به دنیا آمده باشن ببین این که ببین... به نظرم زیاد قابل قبول نیست که فضای بیرون بخوز فضای مجازی تازه باعث این اتفاق یه سوال بپرسم کامنت هایی که روی خودکست میاد چقدر میرزدتد به هم کلا اگه نه, نه, تاثیر داره نه نه خب این این جواب بده به نظر چقدر میریزی به خیلی آره ببین کسی که روزانه هزاران مسج مختلف میگیره و مسیج هم که میگیره ببین باید واقعا تو سوشال میدیا باشی ببینی بعضیا چقدر مریضن مم. یعنی هایی که من خودم میگیرم و بعضیا شو الان تو توییتر دارم پست میکنم میبینی مثلا طرف واقعا فکر میکرد که ما به خاطر اینکه این جنبش زن زندگی آزادی به ما خیلی پول زیادی داره میرسونه برای همین ما داریم خودکست رو ادام میدیم <applause> یعنی تو ببین سطح هوشی یارو کجا بوده که همچی حرفی زده خب <applause> ولی تو این پاور سوشال میدیا و پاوری که در واقع اون تخریبی که میتونه بکنه هیچ وقت دست کم نگیرید یعنی واقعا اون طرف داره روزانه داره فوش میخوره داره تهدید میشه تازه ببین چقدر ما خودمون همه اون یه هدف مشترک داریم و داریم طرف رو تخریب میکنیم ببین کسایی که از جمهوری اسلامیان دارن چیکار میکنن با در افکاری ها رو. این این خیلی میتونه مخرب باشه یعنی واقعا آدما باید توی سوشال میدیا باشن باید یه در یه اتفاق بیفته وایرال بشه و ببینن که بازخوردی که از افراد مختلف میگیرن چیه حتی برای ببین همین آهنگ شروین هم که اینقدر وایرال رو گرمی گرفت اینقدر آهنگ خفنی بود اونم هم آدم ها داشتن در واقع اوالش تخریبش چی <متصفح> یعنی اون هم اوایلش تخریب شد اوایلش خیلی حرفا زدن میگفتن این کلمش اشتباس اون کلمش اشتباس چه میدونم اینطوری نباید این رو بیان بکنی خیلی اوایلش گیر داده بودن به من <متصفح> خدا هم با اینکه بعدش فهمیدیم که نه با طرف مثلا رفت گرمیشو گرفت یه افتخاری در واقع به کلی جا خوندنش هنوز دارن میخونن یعنی ما رفته بودیم یه گروه کره سپر اونجا باز اجرا رو توسط خارجی ها م -م. م -م. چی من رو حالا اون قدرت کامنت بد به خصوص هم نظرم با تو چون واقعا تو خود خودی هستم صد تا کامنت خوب میاد یه دونه کامنت بد که میاد ما هم به هم حالا شخصا خودم ولی بازم میگم گروه خودکست فرق داره با اون گروه از نظر من به نظر من اونا،, اونا, یه, یه مکانیزم های باید می داشتن حالا اون یه دلیل که اون نارد. آره یه این یه بخش بخش دیگه ابزار قدرتمندیه بعد اون موش می جمهوری اسلامی در صدر. میگم تو... من میگم اصلا به خود اونور که مش میدونه که دیگه از هر از شمسه اونو که میدونی اصلا آه. من میگم بیایم اون فرصه که هیچ, هیچ کارش نمیتونیم بکنیم اون جمهوری اسلامی تا روز آخری که باشه مش میدونه مش میدونه تازه بعدش هم من به نظرم مش میدونه حالا این که بمانم. ولی من میگم که اگر که فکر میکنیم بیایم روی خودمون کار بکنیم ببینیم که خودمون کجاها رو اشتباه رفتیم کجاها به فلان کس پریدیم کجاها مثلا یه کامنتی داریم که شاید میتونسته به این فکر کن که اون یه کامنتی که ما داریم شاید اون یه دونه رو شنید نه میگم شاید اون یه دونه خونده شد تو جلسه اینا اینطوری اگه بهش فکر بکنی حالا نمیدونم میتونم خیلی اشتباه باشه من نه آدم سیاسی ام نه تبعات سیاسی نه واقعا من از قبلش میگفتم دیگه یعنی من تنها دلیلی که اومدم در واقع سیاسی شدم همین اتفاقات الان و قبلش اصلا خوشم نمی اومد علاقی هم نداشتم و همچین چیزی و اینا هم باید قبول بکنیم که همه ما میتونیم اشتباه بکنیم همه ما ولی بعد ازش درس بگیریم دیگه بعد ازش درس بگیریم سعی کنیم <applause> بهترش بکنیم یه دیگه هم که میخواستم بگم اینم بگیم برای تمام این حالا مدل های مختلفی از دولت یا ایدئولوژی که کارون گفت برای همش دلیل و منطق برای همه دلیل منطقی هم وجود داره ها یعنی کسی که میگه من میخوام پول از دولت بگیرم بازار آزاد باشه دلیل منطقی وجود داره یعنی میتونه حرفش رو ثابت بکنه برای اون کسی هم که میگه پول باید دست دولت باشه برای اونم حرف منطقی وجود داره واقعا هیچ کدوم از اینا صد درصد مطلق نیست داره من یه چیز دیگه هم خواستم بگم دوباره بحث این همبستگیه ام... که خب حالا یه جوره همزمان شد با مریضی این هفته و خیلی از لحاظ احساسی رو من تاثیر گذاشت یعنی اون حس دیساپوینتمنت زیادی که من داشتم ام... و خب به خاطر این بود که به هر حال مطمئنم داخل ایران افراد زیادی هستن که خیلی بهتر از این حالا هشت نفری که یا شش نفر یا هر تعدادی بودن هستن ولی خب به خاطر شرایطی که هست و اینا هستن ما شاید نشناسیمشون شاید ایده رو هیچ موقع ندیدیم ولی به حساب این امیدی که بود و این اتفاق افتاد خیلی رو من تاثیر گذاشت ولی حالا میخوام استفاده کنم از یه حرفی از ایمان که قبلا زده بود توی اپیزود قبلی میگفت که صحبت این بود که حالا یه سری اتفاقات بد افتاده بود تو همین انقلاب ایران ولی ایمان حرفش این بود که آره تو این هفته که این انت اتفاق بد افتاد یه سری اتفاقات خوبم افتاد و به اونا هم پرداخت توی یکی از این اپیزود اخیر بود و یه چیزی که این هفته منو خوش خوشحال کرد یه ویدیویی بود که مثل اینکه یه مسابقه دو چرخ سواری توی تون کابون بود و به خاطر اینکه حالا مسابقه خانم رو برگزار نکرده بودن یا جایزه رو نرده بودن اون آقایونی که مقام یک تا سه رو گرفته بودن نرفتن تحویل بگیرن رو سکو یا اصلا جایزه رو نگرفتن این به نظرم این که این انقلاب جواب داده دیگه و داره پیش میره و تو خود ایرانم داره جلو میره این با کسایی که اینکه تو خود ایران داره جلو میره که اصلا هیچ چکی درش نیست یعنی ما نشستیم اینجا فقط احتمالا برای دل خودمون و برای اینکه سعی کنیم به اون جنبش نزدیک تر باشیم داریم در صحبت میکنیم ولی تمام اتفاقای اصلی رو تو ایران میفته تمام کسایی که فوت شدن تو ایران فوت شدن تمام کسایی که زندانن و هنوز تو انفرادیان هن تو ایرانن و آخر آخرش هم کسایی که تو ایرانن تصمیم میگیرن چه اتفاقی بیفته. ولی این چیزی که میخواستم میگم یادم رفت عالی شد ادامه بدید حالا من اگه یادم اومد برمیگردم بهش دیگه ما حرفی نداریم هیچی نداریم بگید دیگه گفت بذاریم بریم هفته دیگه احتمالا اپیزود نداشته باشیم من نیستم شما میتونین بیان اپیزود سوزه باشید من دم همگی گرم من اگه یادم اومد حرفی که میخواستم بزنم و تو توییتر میزنم دم <applause> مرسی که تا اینجا رو با ما بودید ما سعی میکنیم که اپیزودامون رو منظم ادامه بدیم دیگه خودمون دوست داریم که برگردیم صحبت آره کنیم فکر کنیم هر. که قراره قرار منظم بشه چه و من توفیق دم همگی گرم مرسی که تا الان با ما بودین فعلا خدافظ 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 زن زندگی آزادی